اعتراض تاجیکان پناهجو در آلمان در روز 29 سپتامبر خویشاوندان آنها را در تاجیکستان به شعبه های امور داخلی و بازداشتگاه ها کشیده است. گروهی از مخالفان دولت که اینجا بودند میگویند بعد این تظاهرات مقامات والدین یا نزدیکان دیگرشان را برده اند. از جمله خویشاوندان شاه رجب شاهیمی یک عضو فعال مخالف دولت را از مقامات جمهوری تاجیکستان، از مقامات قدرتی، به خصوص از مقامات امنیت داخلی شهر پنجکین پرسیدنی هستم که پدر و مادر من چی گناه دارد؟ اپا و خواهر من چی گناه دارد؟ آنها را به چی گناه بازداشت کردید و امروز روزی سیوم می شود که آنها در بازداشتگاه شهر پنجکین قرار دارند. مقامات به این گفته ها واکنش نشان ندادند. این شکایت را ده ها نفر از اعضای گروه 24 یکی از سازمان های دیگری مخالف دولت در فیسبوک کردند. پیمان ملی تاجیکستان در یک بیانیه رفتار مقامات را گروگانگیری و جنایت نامید. در بیانیه آمده است بازداشت خانواده های مخالفان وسیله فشار به آنهاست تا از فعالیت های سیاسیشان دست کشند. پیمان ملی تاجیکستان بازداشت های آخری نزدیکان و پیوندان مخالفان را که در گردهمایی اعتراضی در برلین روزهای 28 و 29 سپتامبر شرکت داشتند محکوم کرده، این عمل مقامات تاجیکستان را غیر قانونی و جنایت بین المللی می حسابد. حامیان حقوق رفتار مقامات انتظامی را غیر قانونی می دانند. در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان یکی از پرینسیپ های مرافع جنایتی این پرینسیپی جوابگری انفرادی هست، یعنی که هر یک شخص تن خود برای عملهای خود در جوابگر می باشد و با جوابگری کشیدن، فشار آوردن، تهدید کردن این عموما نه به سر قانون جمهوری تاجیکستان نه به یکون معیار دیگر قانونگذاری تاجیکستان علاقمندی ندارد، برخلاف این طلبات ها هست. این از در آستانه ملاقات یک جایی رهبران آلمان با سران کشورهای آسیای مرکزی، دیدبان حقوق بشر از این کشور اروپایی خواست و سروران تاجیکستان و ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان گوش زد کند و حقوق مردم احترام بگذارند. عین زمان انتقاد از رفتار فعالان مخالفان تاجیک در آلمان هم در شبکه های اجتماعی زیاد است که هنگام اعتراض مقامات را دشنام های قبیح می دادند. و یک کارمند سفارت تاجیکستان در آلمان را در داخل رستوران لاتوکوب کردند.